سلام تو قسمت ششم از دوره آموزش فتوشاپ مقدماتیمون هستیم و باز هم مثل قسمت گذشته میخوایم در مورد سلکشن ها صحبت بکنیم اما این بار ابزارهای پرکاربردتری تری از سلکشن ها رو میخوام بهتون معرفی بکنم که خود من خیلی زیاد ازشون استفاده میکنم لاسو تول پالیگونال لاسو تول کویک سلکشن تول آبجکت سلکشن تول اگر دوست دارین با این چهار تا ابزار خیلی پرکاربرد سلکشن آشنا بشین ادامه ویدیو رو از دست بی فوتوشاپ فتوشاپو باز میکنیم و میریم سراغش اولین ابزاری که میخوام بهتون معرفی بکنم لس و توله این بالا ابزار سوم رو اگر بیاین انتخاب بکنید میتونید باهاش هر قسمتی از تصویر رو دورش یه دایره یا هر شکلی که دوست دارین بکشین و به همین سادگی اون رو تبدیلش بکنید به یه سلکشن من یه کنترل دی میزنم تا دی سلکت بشه مثلا زوم میکنم رو قسمت کفش و میخوام این کفش رو انتخاب بکنم خیلی ساده میتونم از این گوشش شروع بکنم بیام این پایین قشنگ با دقت روی لبه ها حرکت بکنم اینجا رو بچرخونم بیام پایین میبینید الان دستم یه جوری شد که از اون قسمت اصلی کتونی خارج شدم الان من نمیخوام این قسمت های سفیدش رو انتخاب بکنم میام این بالا مثلا این بند کفش رو هم میارم جزی از سلکشن اینجوری حرکت میکنم این گوشه رو استفاده میکنم و میارمش داخل سلکشن اینجا میچرخم و مثلا به چنین حالتی که رسیدم دستم رو بر الان ما تونستیم خود این کتونی رو سلکت بکنیم البته لجش نیست اما یه مشکلاتی داره مثلا اگر که نگاه بکنیم اینجا از سلیکشن ما خارج شده از اون ای که من دنبالش بودم خارج شده دیگه من برای که بدونم این قسمت ها رو اصلاح بکنم دقیقا طبق آموزشی که تو قسمت قبلی بهتون دادم میتونم دستم رو رو کلید Alt نگه دارم و بعد بیام این محدوده که اضافی انتخاب شده رو حالا این بار انتخاب بکنم تا از سلکشنم حذف بشه یا مثلا اگر بخوام قسمتی رو به سلکشن خودم اضافه بکنم مثل این بالا اینجا رو میبینید یه خورده من باید به سلکشن خودم اضافه بکنم این بار میتونم دستم رو رو کلید شیفت نگه دارم و بعد بیام اینجوری این محدوده رو انتخاب بکنم تا این هم بشه قسمتی از سلکشن من اما همونطور که میبینید من برای انتخاب کردن یه محدوده خیلی کوچیک واقعا باید زمان زیادی رو بذارم تازه آخرش هم شاید خیلی دقیق عذاب در نیاد مثلا این لبه ها قد دو سه پیکسل من الان فاصله دارم باز دوباره مجبورم که با نگه داشتن کلید شیفت بیام و این اصلاحات رو انجام بدم که خب واقعا این کار خیلی معقول نیست زمان زیادی رو از ما میگیره تازه من الان فقط یکی از این کتونی ها رو انتخاب کردم و اگر میخواستم بیام کل بدن این سوژه رو انتخاب بکنم و مثلا بفرستمش روی بگراند دیگه کلی از من زمان میبرد من الان حدودا یه دقیقه وقت گذاشتم تا این کتونی رو انتخاب کردم الانم که دیگه هر کاری که بخوام میتونم روش انجام بدم فعلا خیلی موضوع بحث ما کارهایی که روی این کتونی انجام نیست نیستا فعلا ما فقط میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که چه جوری میشه یه سلکشن خوب داشت مثلا من الان رنگ این کتونی رو تلاش میکنم که ست بکنم با همین کاپشنی که این بالا هست فکر میکنم که چنین رنگی باشه یه خود باید رنگش رو کم رنگ تر بکنم و بیشتر به سمت زرد ببرمش به نظر میاد که چنین افکتی میتونه واسه تصویر ما کارساز باشه البته بازم میگم اصلا درگیر این نشین که الان اینی که من باز کردم چی بود و چی جوری تونستم رنگش رو عوض بکنم و اصلا درگیر این ماجراها نشین فقط روی کیفیت سلکشن خودتون تمرکز بکنید لس و تول دیدین دیگه خیلی ساده ما میتونیم کنترل روش داشته باشیم هر جایی که بخوایم دورشه خط میکشیم به سلکشنمون اضافه میشه از سلکشنمون کم میشه خیلی دم دسته خیلی راحت ما برای استفاده کردن توی یه سری نقاط کوچولو خیلی میتونیم با لسا کار بکنیم و سریع به نتیجهمون برسیم اما اگه بخوایم سوژه بزرگی رو انتخاب بکنیم خیلی گزینه مناسبی نیست فقط هم به سایز سوژه بستگی نداره ها ممکنه سوژه ما لبه های خیلی خاصی داشته باشه مثلا لبهش صاف صاف باشه بیاین بهتون یه نمونه دیگه نشون بدم فرض کنید که من الان بذارین این لایه رو خاموش بکنم این لایه بودش که من کتونی رو رنگ کرده بودم میبینید به رنگ اصلی خودش برگشت فرض کنید که من الان میخوام بیام و این تابلو رو انتخاب بکنم خب اگر که من بخوام با لست و طول این کار رو انجام بدم هر چه قدم که تلاش بکنم که یه خط صاف بکشم میبینید نمیشه دیگه بالاخره این قسمت ها لبه به وجود میاد که تو رفتگی و بیرون رفتگی داشته باشه و این کار برای من سخت میکنه به خاطر همینه که فتوشاپ اومده به جای ابزار دیگه ای رو هم معرفی کرده که بتونیم تو چنین مواقعی ازش استفاده بکنیم من یه کنترل دی می‌زنم تا دی سلکت بشه این بار میام و همون ابزار لس و تول این بار یه راست کلیک میکنم. بیام سراغ پالیگونال لس و طول پالیگونال همون لس و طوله ها من الان میتونم بیام اینجا یه کلیک بکنم با این تفاوت که میبینید یه خط به من میده همین خط به عنوان نشانه میتونه قشنگ به ما کمک کنه که ما قرار سلکشنمون از کجا رد بشه مثلا من میتونم با همین روش ساده بیام و اینجا مثلا یه کلیک بکنم دوباره یک کلیک اینجا یک کلیک اینجا یه کلیک اینجا, اینجا. همینجوری اینجا رو مجبورم آروم آروم برم به خاطر اینکه یه حالت انحنا به وجود بیارم اما مثلا به این قسمت که رسیدم سری میام تا این بیخ یه نقطه میذارم خودش این خط تو برای من میکشه دوباره اینجا چون منحنیه من باید یه خود با دقت بیشتری بذارم البته که خرابکاری کردم اینجا رو بعدا باید برگردم و اسلایش بکنم ولی خیلی ساده این خط کناری رو کشیدم حالا فرض کنید اینجا رو من خیلی سریع رد میکنم و این بخش منحنی رو هم با همون تکنیک گذاشتن نقاط کوتاه رد میکنم این میشه سلکشن من حالا درسته که من توی این قسمت ها خرابکاری کردم ولی بالاخره تونستم خط صافی رو رسم بکنم یا اگر قرار بود مثلا این میله رو هم به این سلیکشن اضافه بکنم خیلی ساده دستم رو رو کلید شیفت نگه میداشتم میبینید این بار هم ابزار پالیگونال هست برای من ظاهر شد با این تفاوتی کنارش یه دونه هست چون دستم رو کلید شیفت هنوز نگه داشته شده مثلا میام اینجا حالا فعلا همینجا برای من کافیه اینجا یه نقطه میذارم میام این بالا یه نقطه و اینو به هم دیگه وصل میکنم اینجا به سلکشن من اضافه شد یعنی تنها آپشن این که پالیگونال لاسو تول به نسبت لاسو در اختیار ما قرار میده همین خطوط صاف کشیدن وگرنه در عمل ما باید دور شیء خودمون رو مشخص بکنیم و فتوشاپ هیچ هوشمندی خاصی برای سلکت کردن اون سوژه به خرج نمیده میاد به من میگه آقا سوژه تو میخوای سلکتش بکنی خب باش بیا همجور دورش نقطه بذار من بسید سلکت میکنم هوشمندی در کار نیست اما اگر بخوایم از قدرت هوش فتوشاپ استفاده بکنیم میتونیم بریم سراغ یه ابزار دیگه ابزاری وجود داره به اسم کویک سلکشن تول و برای که بتونم از این ابزار کویک سلکشن استفاده بکنم باید بیام سراغ چهارمین ابزار ما یعنی یک دو سه چهار مون تا اینجا یه راست کلیک بکنم بیام رو گزینه کویک سلکشن تول ممکنه برای شما به صورت دیفالت روی آبجکت سلکشن تول باشه ممکنه روی ماجیک وند باشه در هر صورت شما یه راست کلیک بکنید و کویک سلکشن رو انتخاب بکنید همونطور که میبینید این ابزار وسطش یه دونه مثبت داره این الان دیفالت خود فتوشاپ ها من تغییرش ندادم اگر برای شما نداشت به هر دلیلی میتونید بیاین از این قسمت بالا از این آپشن باری که برای شما باز میشه و مربوط به این ابزاره بین این سه تا گزینه منفیدار و مثبت و هیچی ندار حالت مثبت رو انتخاب بکنید تا دیگه مثل بقیه ابزارهای سلکشن اگر یه سلکشنی توی تصویر وجود داشت اگر خواستین یه قسمتی رو به این سلکشن اضافه بکنید نخواین دستتون رو رو کلید شیفت نگه دارین من الان اگر بیام اینجا رو مثلا به این سلکشن قبلی خودم اضافه بکنم دستم رو رو کلید شیفت نگه نمیدارم چون اصلا بای دیفالت رو حالت اضافه شونده هست من یه کنترل دی میزنم تا سلکشنم پاک بشه و بتونم این ابزار رو کامل بهتون معرفی بکنم ابزار کویک سلکشن Tool ابزاریه که یه خورده از هوش مصنوعی فتوشاپ درگیرش میشه مثلا من میخوام بیام این کاپشن رو انتخاب بکنم اگر روی این کاپشن اینجوری بگیرم و بکشم میبینی خود فوتوشاپ اومد محدوده این کاپشن رو انتخاب کرد این محدوده رو از کجا تشخیص داد هم از روی رنگ این کاپشن و هم از روی تکسچرش یعنی اومد واسه خودش نتیجه گیری کرد گفتش که خب الان اینجا من یه قسمتی دارم که کاملا زرده یه دفعه اینجا این رنگ زردی عوض میشه پس احتمالا این یه است یه آبجکته این یکی یه آبجکت دیگه است و یعنی انقدر تغییر رنگ ناگهانی وجود نداشت هم این رو در نظر میگیره هم بافت و پترن و تکسچر رو در نظر میگیره یعنی به خودش میگه خب الان اینجا که حالت آجوری و حالت شبکه ای نداره یه جنس چروک اینجا دیده میشه اما اینجا که میرسیم یه دفعه یه پترن مربع مربع دیده میشه به خاطر همین احتمالا این یه آبجکت این یه دیگه است تمام این چیزایی که من میگم تو واسه خودش حساب کتاب همون لحظه به شما یه نتیجه میده الان مثلا من اومدم روی بدن این فرد کشیدم کویک کن طول خودم و اینجاها کشیدم ولی اومده آسین رو هم انتخاب کرده به خاطر که نه اختلاف تکسچری بین این دوتا وجود داشته نه اختلاف رنگی خیلی ساده این رو هم به عنوان آبجکت پایینی در نظر گرفته اما میبینید دیگه سراغ این قسمت از کاپشن نرفته من اگه بخوام اینجا رو هم بخشی از سلکشن خودم داشته باشم فقط کافیه که اینجا یه کلیک بکنم میبینید الان دوباره تا این مرز رفت این مرز رو هم به عنوان مرزی شناخت که یه دفعه رنگش عوض شده پس ممکنه که این یه آبجکت باشه این یا آبجکت دیگه باشه دوباره من اگه بخوام به فتوشاپ بفهمونم که نه همچنان میخوام این کار رو ادامه بدم اینجا یه کلیک میکنم میبینید دوباره سوتی داد به خاطر که نتونست فرق بدنه چتر با این رنگ و بدنه این کاپشن رو با همون رنگ تشخیص بده این دیگه هنر شماست که تشخیص بدین کجا باید از کویک تول استفاده بکنید فتوشاپ منطقش همینه اگر رنگ و تکسچر یکی ببینه تشخیص میده که این یه آبجکته همه شما هم انتخاب میکنه شما این که باید مشخص کنید که با این منطقه فتوشاپ میتونید کنار بیان یا نه در حالت کلی میشه گفت که چیز خوبیه کویک یعنی عمدتا جواب میده اگر هم مثل اینجا یه سوتی دیدین خیلی ساده میتونید با خود همین ابزار کویک سلکشن تول اصلاحش بکنید چه جوری این حرفو میزنم اینجا یک محدوده ای رو فتوشاپ برای ما سلکت کرد که ما نمیخواستیم این محدوده رو داشته باشیم یا مثلا اینجا دسته این چتر سلکت شده چون نتونسته اختلاف آستین و دسته رو تشخیص بده اما ما نمیخوایم این داشته باشه پس خیلی ساده یا مثل گذشته میتونیم دستمون رو رو کلید آلت نگه داریم و بیا اینجا یه کلیک بکنیم تا مرز ها رو تشخیص بده یا اینکه بیام این بالا رو این گزینه کلیک بکنیم میبینید الان وسط شده علامت منفی الان من هر جا اینو کلیک بکنم اون قسمت رو از سلکشن من حذف میکنه الان فتوشاپ خیلی با احتیاط داره به سمت پایین حرکت میکنه چون هنوز متوجه نشده که چرا من دارم اینجا کلیک میکنم میبینید یه خود سلکشن من رو اینجا نگه میداره چون دیده که من مثلا تو این ناحیه کلیک مثبت کردم یعنی این ناحیه رو میخواستم تو سلکشنم داشته باشم هم. ولی نمیتونه تشخیص بده که این دوتا چقدر از همدیگه فاصله دارن به خاطر همین خیلی با احتیاط هی داره اینو کمش میکنه و به سمت پایین حرکت میکنه من الان دوباره کلیک میکنم دوباره کلیک میکنم ببینید اینجا دوباره سوتی داد البته خدایش هم حق داره یعنی من خودم هم همین الان بخوام با لس و طول بیام مرز بین این چت رو کاپشن و انتخاب بکنم به مشکل میخورم یعنی الان اگر که من یه خود زوم بکنم بعد بیام اینجا مثلا پالیگونا رو یه راست کلیک بکنم برم سراغ ابزار لس و طول. و بعد دستم رو رو کلید شیفت نگه دارم بخوام بیام این مرز رو انتخاب بکنم واقعا اینجا گم میشم بیام اینجا مثلا یا نه همون خط و مثلا اینجوری صاف میرفتم خلاصه به مشکل میخورم چون واقعا دیگه خیلی نمونه رو انتخاب کردم که مثل مثل همه و طبیعیه که کویک کن تو اینجا به مشکل بخوره ولی در کل همونطور که بهتون گفتم در عمده مواقع واقعا عملکرد خیلی قابل قبول و خوبی داره شما هم به صورت کلی از زیاد استفاده میکنید چون بقیه ابزارها خیلی طول میکشن بعضی وقتا رو مخ میرن. این خیلی را خیلی خوبه یه حالت دیگه هم داریم یه ابزار چهارمی هم وجود داره که کاملا بر اساس هوش مصنوعی فتوشاپ عمل میکنه یعنی ما اصلا هیچ کاری نمیکنیم فقط میگیم سوژه رو انتخاب کن به همین سادگی اونو میتونم همین الان بهتون نشون بدم ولی قبل از اون باید به دوستانی که برای اولین بار دارن یه ویدیو از کانال من نگاه میکنن بگم که من شنبه ها دو شنبه ها دوره آموزش فتوشاپ مقدماتی دارم از مقدماتی از صفر شروع می کنیم تا حرفه ای قراره که بریم این قسمت ششم میشه باز هم قراره که منتشر بشه پس اگر که دوست دارین بخشی از این دوره باشین حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشین و زنگوله کنارش رو هم بزنید اگر که این کارهایی که من الان توی ویدیو انجام میدم رو دوست داشته باشین میتونید تو اینستاگرام برای من ارسال بکنید پس حتما پیج اینستاگرام من رو هم فالو داشته باشین بریم سراغ معرفی چهارمین ابزار که کاملا بر اساس فتوشاپ عمل میکنه یه خود و زوم و عقب بیارم فقط بذارین همینجا بهتون یه نمونه رو نشون بدم من کی میتونستم از این کویک Selection تول اینجا خیلی خوب و راحت استفاده بکنم زمانی که میخواستم کل این سوژه رو انتخاب بکنم نه مثلا فقط کاپشنشو اگر که بخوام کلش رو انتخاب بکنم خیلی ساده ببینید من فقط دارم میکشم روی سوژهم و از اونجایی که میدونم چتر هم قرار بخشی از سلکشن من باشه خیلی ساده فتوشاپ این رو برای من انجام میده این همه من از کویک سلکشن تول دارم تعریف میکنم علتش چنین چیزیه مثلا هنوز تفاوت شلوال و کتونی رو نفهمیده خیلی ساده روش میکشم دیگه میفهمه چیز خوبیه واقعا چیز خوبیه بریم سراغ ابزار چهارم که همون ابزاری بودش که من اومدم و اون اول از همه از روش پریدم Object Selection Tool من یه کنترل D میزنم تا دی سلکت بشه من چون دارم از فتوشاپ نسخه 2022 استفاده میکنم که جدیدترین نسخه فتوشاپه فیچر Object Selection Tool یه ارتقاهایی پیدا کرده مثلا من اگر بیام روی این چتر میبینید خود این چتر رو برای من آبی میکنه فتوشاپ به این معنا که فتوشاپ میگه من تشخیص دادم که این خودش یه آبجکته اگر مثلا بیام روی این فرد میبینید کل این فرد رو برای من آبی میکنه چون تشخیص داده که این یه آبجکته مثلا اگر که بیام روی این دیوار اینجا رو آبی نمیکنه چون از نظر فتوشاپ اینجا هیچ چیزی وجود نداره یه دیوار خالیه هم مثلا اگر که من بیام این بالا دوباره این رو آبی میکنه اگر که شما از فتوشاپ نسخه 2021 به قبل دارین استفاده میکنید این ویژگی رو به این شکل نمیبینید البته که میتونید از این آبجکت سلکشن تول استفاده بکنید ولی اگر برین روی اون سوژه اون رو آبی نمیبینید نگران نباشین فتوشاپتون خراب نیست این ویژگی تازه اضافه شده یه سری فیچرهای های جدیدتری همین بالا وجود داره که شما توی نسخه های قبلی باز هم اونها رو نمیبینید من حتما برای این یه دونه ویدیو جداگانه درست میکنم چون حرف زیاد داره ولی فعلا برای اینکه بتونیم حدودا دستمون بیاد دوره آموزشمون باید خود کامل بشه به این ابزار هم اشاره کرده باشیم میام اینجوری بهتون توضیح میدم خیلی ساده توی نسخه 2022 فتوشاپ میتونید برین روی سوژتون یه کلیک بکنید زمانی که این کارو انجام بدین کل فتوشاپ درگیر این موضوع میشه که اینجا رو برای شما سلکت بکنه این بار ببینید تونست این مرز رو تشخیص بده بزارین من ابزارم عوض بکنم اینجا رو آبی نکنه الان تونست این مرز رو تشخیص بده البته که واقعا این قسمت خدایش اصلا مرز چی دیده نمیشه واقعا همین هم که تونسته این قسمت های بالاترش رو تشخیص بده کار درستیشو میرسونه و روی بقیه ی لبه ها هم که میبینیم دیگه اصلا هیچ باگی نداره و خیلی خوب رفته البته چرا چرا باگی داره اینجا هاشون ندیده بودم الان مثلا این قسمت ها باید از سلکشن ما خارج بشه ولی اینو سلکت کرده یا مثلا این قسمت چت رو باید تو سلیکشن میداشت ولی نداره اینجا هم که کاملا اضافی بودنش دیده میشه هرچند ما خیلی ساده میتونیم با این پایه ای که بهمون به داده بیایم و اینجا رو اصلاح بکنیم ما یعنی من دوباره میتونم بیام و بردارم این بار با نگه داشتن کلید آلت اینجا رو از سلکشن خودم بندازم بیرون این بار با نگه داشتن کلید شیفت اینجا رو به سلکشن خودم اضافه بکنم اینجاهایی که باید حذف بشن و قشنگ با آلت و شیفت کنترل بکنم خلاصه این بشه سلکشن ما این نشه به ما این بشه پایه ای برای سلکت کردن ما سوتیاشو خودمون دیگه باید بریم با لس تول و با کویک سلیکشن تول و این چیزا جبران بکنیم ولی خیلی بیس خوبی بهمون میده حالا این الان فتوشاپ نسخه 2022 بود اگر که از نسخه قبلی فتوشاپ دارین استفاده میکنید دیگه نمیتونید بیاین این آبجکت سلیکشن تول رو از اینجا بردارین بعد بیاین روی سوژتون یک کلیک بکنید بهتون سلیکشن تحویل بده من یه کنترل دی میزنم شما توی نسخه ها بتونید از این استفاده بکنید باید بیاین انتخاب بکنید یعنی یه دونه مربع اینجا میکشین تا به فتوشاپ گفته باشین که آقا آبجکت من تو همین محدوده‌ای که من مشخص کردم حالا خودت برو بگرد پیداش کن این کاریه که شما تو نسخه قبلی انجام میدین بازم کاملا بر اساس هوش مصنوعی دیگه ولی حداقل یه محدوده باید براش مشخص میکردین اما تو نسخه 2020 دیگه نیازی نیستش خودش از قبل تمام آبجکت‌هایی هایی که توی تصویر شناسایی میکنه رو بهتون میده روی اون آپشن بار بالا و این حرف داستان داریم که توی ویدیو جداگانه بهتون حتما توضیح میدم یه ویدیوی دیگهم در مورد سلیشن ها داریم که دوشنبه منتشر میشه یعنی دو روز دیگه توی اون قرار در مورد خود جنس آبجکت ها برای سلکت شدن با هاتون صحبت بکنم برای اینکه بهتون صرفا یه معرفی ریزی داده باشم بیاین روی این تصویر فرض کنید که من الان میخواستم بیام لباس این خانوم رو انتخاب بکنم خب یه راهش این بودش که بیام لست و طول بردارم یه راهش همین آبجکت سلیکشن تول و کویک سلیکشن تول و این ماجره ها بود بذارین یه کنترل دی بزنم اما چی میشد اگر که من به فتوشاپ میتونستم بفهمونم آقا هر جایی که توی این تصویر رنگ زرد میبینی همونجا رو واسه من سلکت یا مثلا اگر که توی این یکی تصویر هر جایی که رنگ نارنجی یا همین رنگ زرد دیدی واسه من سلکتش بکن چی میشد اگر که اینجوری میشد واقعا کار خیلی آسون تر بود دیگه درگیر انتخاب کردن محدوده نمیشدیم یا مثلا بتونیم بگیم آقای فتوشاپ برو آسمون و این تصویر رو واسه من انتخاب کن من میخوام آسمونش رو عوض بکنم تو برو واسه این من آسمون و این رو انتخاب بکن خود فتوشاپ باید یه هوش مصنوعی داشته باشه که بتونه تشخیص بده آسمون کجاست دیگه قراره که تو ویدیو دوشنبه در مورد این ماجرا باهاتون صحبت بکنم چند تا مورد دیگه هم داره امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه یادتون نره که اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک بکنید لایک کردن شما برای ادامه ویدیو سازی من خیلی میتونه کمک کننده باشه تنها چیزی که من الان بر اساسش میتونم بیام ویدیو بسازم تنها چیزی که به هم انگیزه میده همین بودن شماست همین کامنت شماست همین لایک شماست اگر که دوست دارین همچنان تو فضای آموزش فتوشاپ باقی بمونید میتونید روی یکی از این دو تا ویدیو که رو صفحه بهتون پیشنهاد میکنم کلیک کنید و ادامه آموزش های من رو هم ببینید ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین خدا نگهدار